توافق برای احداث شبکه خط لوله بروا که به اتحادیه اروپا امکان دسترسی مستقل به خطوط حمل و نقل انرژی را می‌دهد در بوداپست پایتخت مجارستان به امضا رسید. اتحادیه اروپا با بودجه حدود 200 میلیون یورو از این خط لوله حمایت مالی و سیاسی می‌کند. کمیسر آب و هوا و انرژی در اتحادیه اروپا هنگام امضای قرارداد گفت: ما در حال تأسیس شبکه از خط لوله هستیم. این نه یک خط لوله بزرگ سنتی، بلکه خط لوله کوچکتر با جریان معکوس که اجازه جریان گاز در جنوب، شرق و غرب اروپا را می‌دهد و منابع بیشتر و ارزان‌تری از انرژی را فراهم می‌سازد خواهد بود. این شبکه خط لوله که بخشی از آن از رومانی عبور می‌کند، توسط این کشور و بلغارستان، مجارستان و اتریش ساخته خواهد شد. هدف اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه یافتن راه حل‌های بهینه و متنوع برای دستیابی به گاز طبیعی است. وزیر انرژی رومانی به یورونیوز گفت این خط لوله از حمایت مالی مهمی از سوی اتحادیه اروپا برخوردار است و به همین دلیل مکانیزم یک پروژه مورد علاقه مشترک نام گرفته است. این حمایت مالی حدود 180 میلیون یورو خواهد بود و شرکت حمل و نقل رومانی نیز 220 میلیون یورو خواهد پرداخت. این بدان معناست که پروژه مورد نظر علاوه بر امنیت انرژی، کارآفرینی و رشد اقتصادی نیز به همراه خواهد داشت. گزارشگر یورونیوز در بوداپست در مورد عقد این قرارداد میگوید: بیش از 25 سال از فرو افتادن پرده هانین می‌گذرد، اما وابستگی اروپا به گاز روسیه همچنان باقی است. با توجه به تنش‌های مربوط به جغرافیای سیاسی طی سال‌های گذشته، ساختن عرض سریع‌تر این شبکه خط لوله اهمیت بسیاری دارد. آشپز باتریکس، یورونیوز، بوداپست.